به نام خدای سبز بهاران، عرض ارادت خدمت همه سروران فرهیخته در کانال کالج باستانی. رضا ابراهیمی هستم، ایام به کام. دوستان گرامی، در رابطه با جاساز داخل سنگ، ما معمولاً سنگ هایی رو داریم که درون این سنگ ها جاساز هایی انجام میشه، لذا برای شناخت این گونه سنگ ها بایستی یک سری اطلاعاتی رو ما داشته باشیم تا بتونیم واقعا سنگی که درون اون شیء ارزشمندی نهفته است رو پیدا بکنیم. خدمتتون عرض بشه که معمولا دوستان به محض اینکه روی یک سنگی، یک شیء یا یک شکلی یا به نوعی شکل هندسی، یا اگر سنگ شکلش متفاوت باشه با سایر سنگ ها، یا یک برآمدگی کوچیکی روی سنگ باشه، متاسفانه مبادرت به تخریب سنگ میکنن. لذا بنده اومدم مطلبی رو در رابطه با این سنگ ها بذارم خدمتتون تا آگاهی و دانش دوستان نسبت به این سنگ ها بالا بره، تا آمار تخریب دوستان کمتر بشه. خدمت شما عرض بشه که این سنگ ها معمولا خودشون، دوستان ببینید، خود سنگ با توجه به اینکه تراشش بسیار سخت هست و زمان بر هست، پیشینیان ما ابزار و به قولی وسیله مدرنی برای تراش سنگ نداشتن، لذا سنگ هایی رو انتخاب می کردن که خودشون سوراخ داشته باشه، لذا اشیا رو داخل این سنگ ها مخفی می کردن و روی اون رو با ساروج می پوشندن. همین سنگ ها هم دوستان سه مورد ما داریم. مورد اول مخصوص شاهان و بزرگان بوده که این سنگ ها دوستان نسخه داشتن. کیس دوم مخصوص وزرا و سرداران بوده که از تمکن مالی بالایی برخوردار بودن. و نوع سوم سنگ هایی بوده که برای افراد متمول. خدمت شما عرض بشه که پس اگر سنگی مخصوص دفینه گذاری یا جاساز شاه باشه، معمولا این سنگ ها رو افراد متخصص و متبحر و چیره دست که مهارت خاصی دارن انجام میدادن و برای اون دوستان نسخه ای تهیه میشد. سنگ های دیگه که مخصوص سرداران بودن، اونها هم روشون کار میشد. و اما خدمت شما عرض بشه که سنگ هایی که مخصوص افراد متمول هست، اینها از قانون خاصی پیروی نمی کنه. لذا دوستان خدمت شما عرض بشه که در رابطه با سنگ ها گفتم این موارد رو مد نظر داشته باشید تا به قولی خودتون تشخیص بدید که این سنگ متعلق به چه قشری هست. خدمت شما عرض بشه که اولین کیسی که در رابطه با سنگ بنده یادداشت کردم خدمتتون این هست که محیط بایستی کوهستانی باشه، یعنی این سنگ در محیط کوهستانی باشه و اطراف اون سنگ های دیگه هم باشه، یعنی این سنگ خیلی تابلو نباشه، در یک محیط صعب العبوری قرار گرفته باشه، طوری نباشه که خیلی در دید باشه. کیس بعدی اینی که در مسیل نباشه، یعنی در مکانی که سیل میاد این سنگ نباشه، در معرض دید عموم نباشه. خدمت شما عرض میشه که در اطراف این سنگ محیط تمدن وجود داشته باشه، یا اگر محیط تمدن نداریم دوستان،
در نزدیکی این سنگ لااقل قبرستانی باشه. وجود راه مال رو دوستان خیلی مهم هست. و خدمت شما عرض بشه که مورد دیگه ای که من یادداشت کردم این هست که گیاه و سنگی روی اون قسمتی که با ساروج پوشوندن نرویده باشه و اون ساروجش دوستان درز نداشته باشه. اگر درز داشته باشه مطمئنن زیر اون چیزی نداره. خدمت شما عرض بشه اگر شما یک فلزیاب بسیار ساده ای هم برای این کار داشته باشید، به راحتی اگر سنگ رو تشخیص بدید میتونید پی ببرید که زیر این سنگ شیء ارزشمندی هست یا خیر. در هر حال مطلب دیگه‌ای من به ذهنم نمیرسه، یادداشت نکردم اینجا و خدمت شما عرض بشه که مورد دیگه‌ای که من یادم رفت بگم خدمتتون این است که دوستان مکان جاساس در تابش، در زاویه تابش آفتاب نباشه، همینطور در زاویه وزش باد هم نباشه. ممنون از شما دوستان عزیز که وقتتون رو به بنده اختصاص دادید. خیلی دیر وقت هست، وقتتون رو نمیگیرم. لایک و سابسکرایب یادتون نره. مثل همیشه، دعای همیشه، امضای خدا پای تمام آرزوهای زیبای شما نازنینان.